سلام بچه ها، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. آخرین فصل هندسه 3 رو با هم مرور میکنیم. آخرین فصل هندسه بحث بردارها هستش. مبحث بردارها یه قسمت اولش بحث مفاهیمه، بحث تجسم فضایی که اگر یه مقداری دقت بکنید میتونید به راحتی سوالاشو جواب بدید. ما تا الان بیشتر تو فضای دو بعدی داشتیم یک نقطه رو بررسی میکردیم، با زوج مرتب داشتیم کار میکردیم، یه محور X داشتیم، محور Y داشتیم که بهش میگن فضای R2. توی فضای R2 ما خب کارامون انجام دادیم، بحثامون رو کردیم، اما الان میخوایم وارد دستگاه مختصات سه بعدی بشیم. دستگاه مختصات سه بعدی سه تا مؤلفه طول و عرض و ارتفاع داره که به این صورت این سه محور رو نشون میدیم: محور Z، محور Y و محور X. شما تا الان این محور Z رو نداشتید، از بالا نگاه میکردیم یک صفحه میدیدیم، الان یک بعد ارتفاع هم بهش دادیم، میشه طول و عرض و ارتفاع. این طول و عرض و ارتفاع، حالا چرا من اومدم X رو به این جهت گذاشتم، چرا Y این وره، چرا Z بالاست، این بحث استاندارد بودن این نمایشه. ما توی نمایش در واقع دستگاه سه بعدی همیشه قانون دست راست رو باید رعایت بکنیم. ببین بچه‌ها، بیاین دست راستتون رو بگیرید به سمت، در واقع پنجه های انگشتتون رو بگیرید به سمت محور X ها. وقتی پنجه ها به سمت محور X باشه، جهت تا شدن انگشتتون میره به سمت محور Y، یعنی در واقع دور زدن یا دوران محور X ها باید شما رو ببره به سمت محور Y ها. این قانون دست راسته. در حین حرکت محور X به سمت محور Y، انگشت شستتون محور Z رو نشون میده. به این میگن دستگاه استاندارد. حالا اگر شما هر مدل دیگه‌ای بخوای اینو بپیچونی، یا مثلا بخوای با دست راستت بخوای Y رو ببری به سمت X، خب حرکت میکنه، Y به سمت X میده، ولی شستتون رو به کجا میره؟ رو به پایین میره. این یعنی اینکه جهت Z اینجا منفی میشه. پس مدل استاندارد به این صورته. مؤلفه‌اش مشخصه: X, Y, Z. اگر این نقطه O باشه میشه OX و OY و OZ. این دستگاه بر هم چی هن؟ بر هم عمودن، دو به دو. Z به Y عموده، Z به X عموده، Y هم به X عموده. محورهای واحدی که روشون وجود داره I و J و K هستن. این محور واحد I، این محور J و اینم بردار 1K K هستش که در ادامه باهاش زیاد برخورد میکنیم. خب بحث دستگاه راستگرد گفتیم خدمتتون، که الان توضیح دادم بهتون به چه صورتی هست. رعایت کردنش به شما در واقع مقدار استاندارد یا نقطه استاندارد رو میده. اگر بخوایم اینو رعایت نکنیم، باید توی حالا اون مبحثی که داریم کار میکنیم یه قرارداد بذاریم، بگیم آقا مثلا قرارداد دست راست نیست، قرارداد مثلا بر حسب این که من X رو میخوام بگیرم سمت چپ، Y بشه بالا، Z بشه این. اون دیگه بستگی داره به جهتی که شما میخوای بگید، ولی بهتره که همش استاندارد باشه. اینم محوری که گفتم خدمتتون، اینجا میشه در واقع Y، این میشه Z، این میشه X. این محور کوچیکی که اینجا میاد واحد اسمش میشه J، این محور واحد اسمش میشه K و این هم میشه اسمش I، میشه I و J و K. به اینا میگن بردارهای واحد. محورهای مختصات در فضا، وقتی شما یک فضا رو در نظر میگیرید، به 8 قسمت تقسیم میشه این فضا. یعنی شما وقتی ناحیه ها رو اینجا در واقع ترسیم میکنید، این بالا من براتون یه نمونهشو بکشم به این صورت. الان نگاه کنید، اینجا من اینو پاک میکنم، ببینید میخوام 8 تا ناحیه رو اینجا بهت نشون بدم که تو قسمت پایین دیگه ببینید به چه صورتیه. ببینید اگر 8 تا ناحیه رو بخوایم نشون بدیم، کافیه محورها رو امتداد بدیم به این صورت. خوب دقت کنید اینجا رو، این ناحیه ها رو دقت بکنید. اگر این صفحه رو در نظر بگیرید، این صفحه رو در نظر بگیرید پایین، این صفحه در واقع برای ما صفحات دیگه هم خواهد داشت، که این صفحه که اینجا هست، یه صفحه هم در واقع اینجا قرار میگیره در این ناحیه.
ببینید یه صفحه اینجا، یه صفحه اینور، یه صفحه اون پشت قرار میگیره با توجه به مقادیری که وجود داره. یه صفحه این پشت قرار میگیره و یه صفحه این جلو قرار میگیره. در واقع ما بالا 4 صفحه داریم که وقتی میچرخیم در جهت عکس عقربه‌های ساعت وقتی حرکت میکنیم به این صورت، این ناحیه از جلو شماره گذاری میشه، میشه ناحیه اول، دوم، سوم و چهارم. بعد پایینش دقیقا میشه پنجم، ششم، اون پشت میشه هفتم و این بر میشه هشتم. یعنی 8 ناحیه دقیقا مشخص میشن به چه صورتیه. اگر تو کتاب درسیتون دقت بکنید، یه شکلی تو کتاب درسی هست که کاملا اینو براتون با صفحات آبی روشن و آبی کمرنگ فضا سازی کرده و دقیقا ناحیه ها رو به شما نشون داده. تو بخش کنکور من اون در واقع شکل رو براتون آوردم و کاملا اونجا توضیح دادیم که به چه صورتی این چرخشه انجام میشه. ولی با توجه به این قضیه یه جدول براتون آماده کردیم. این جدول رو دقت بکنید که میتونید به راحتی از این جدول استفاده کنید. ما جدول رو به 2 ناحیه تقسیم کردیم، یه 4 به سمت بالا، یه 4 به سمت پایین. نکته رو دقت بکنید بچه ها، 4 ناحیه بالا که میشه 1 و 2، اینجا میشه 1 2 3 4، 4 ناحیه بالا ضد همشون مثبته. یعنی چی؟ یعنی اگر یه نقطه‌ای بهت دادن که ضدش مثبت بود، دنبال ناحیه 5 و 6 و 7 و 8 نگرد، برو سراغ ناحیه 1 و 2 و 3 و 4. پس به زد اول نگاه میکنیم، زد مثبت بود 4 بالا، زد منفی بود 4 پایین، 5 و 6 و 7 و 8. میام سراغ این ناحیه ها، ناحیه اول هر ستا مثبته، ناحیه دوم، خوب دقت کن، ناحیه دوم ایکس منفیه چون میره پشت، در واقع از محور ایکس ها میریم پشت محور ایکس ها، فقط ایکس منفیه. تو ناحیه سوم هم ایکس منفیه هم ایگرگ منفیه. بچه ها ناحیه سوم محور مختصات یادتونه؟ محور مختصات دو ذهنتون باشه. ببینید محور مختصات اینجوری بود دیگه، این ناحیه اول بود، این ناحیه دوم بود، این ناحیه سوم بود، اینم ناحیه چهارم. قطعا همه تون میدونید که ناحیه اول هم ایکس مثبت هم ایگرگ. اصلا به زد کار نداشته باش، زد رو ولش کن. میگم ناحیه اول ایکس مثبت ایگرگ مثبت، ناحیه دوم ایکس منفی ایگرگ مثبت، ناحیه سوم هر دو منفی، ناحیه چهارم ایکس مثبت ایگرگ منفی. نگاه کنید دقیقا همین اتفاق افتاده. پس خیلی ساده شد قضیه، محور زد رو جدا میکنم، انگار نه انگار زد وجود داره، زد که مثبت ولش کن. میرم سراغ نواحی محورهای مختصات عادی، اون دو بعدیه که یادمون بود. تو ناحیه ها نگاه میکنم هر کدوم که حالتش داشت همون قسمته. در واقع نگاه کن ناحیه سوم الان ایکس منفی ایگرگ منفی، بدون اینکه اصلا به فضای سه بعدی نگاه کنم، تو ناحیه دو بعدی ناحیه سوم اینجوری بود دیگه، ناحیه سوم هم ایکس منفی بود هم ایگرگ. پس به راحتی میتونم نقطه رو تعیین کنم که کدوم ناحیه قرار داره. بیایم سراغ این صفحه، اینم دقیقا همینطوره، اینم دقیقا مثل اون وره، فقط به زده نگاه کنید، زده منفیه، ناحیه 1 میشه 5، ناحیه 2 میشه 6، ناحیه 3 میشه 7، ناحیه 4 میشه 8. یعنی جایگزین میشه ناحیه ها، در واقع 2 قسمت شما در نظر بگیرید، کلن زده مثبت، زده منفی، ایکس و ایگرگ و زد دقیقا مثل دو بعدی بررسی میشه. تمام، این نکته رو یاد بگیرین کافیه. تصویر و قرینه یک نقطه نسبت به صفحات و محورها. در تصویر، تصویر که میگیم یعنی سایه، در تصویر روی محور ایکس ها، روی محور یا صفحات مختصات، مؤلفه های محور یا صفحات ذکر شده را ثابت نگه میداریم، بقیه را صفر میکنیم. میگه تصویر روی محور ایکس، خب ایکس را نگه دار، ایگرگ و زد صفرش کن. میگه تصویر روی صفحه ایگرگ زد، خب ایگرگ زد رو نگه دار، ایکس رو صفرش کن. هر کدومه که میخوایم نگه میدونیم، بقیه رو صفرش میکنیم. میره تو قرینه چه اتفاقی میفته؟ این جمله ها بسیار مهمه، اینا رو تأکید میکنم، خیلی خیلی مهمه، چه برای امتحان نهایی چه برای کنکورتون. در قرینه نسبت محور مختصات یا صفحات، اون چیزی رو که میخوای نسبت محور چی؟ مثلا ایکس ها میخوای حفظ کنی، اون چیزی که میخوای نگهش دار، بقیه رو قرینه کن، دیگه بقیه رو صفر نمی کنی. میخوام قرینه نسبت محور ایکس ها پیدا کنم، پس ایکس رو ثابت نگه میدارم، ایگرگ و زد رو تغییر میدم.
پس بقیه مؤلفه ها تغییر میکنه، اونی که میخوایم رو ثابت نگه میداریم، ما بقیه رو تغییر میدیم. فاصله نقطه از صفحات. اگر بخوای فاصله نقطه آ رو از محور مختصات حساب بکنی، که خب مشخص محور مختصات بخوای بگیری، در واقع مؤلفه هاش میشه x1 y1 z1 به توان 2 هر کدوم جمع میکنیم. چرا؟ چون مبدا مختصات داری حساب میکنی، مبدا مختصات x و y گذشته صفر دیگه، پس دیگه نمیگی x1 منهای صفر، دیگه صفر نمینویسیم و این صورت میشه. حالا چی گفته سوال؟ گفته برای محاسبه فاصله نقطه تا محورهای مختصات یا صفحات مختصات باید مؤلفه های ذکر شده رو توی این رابطه صفر کنیم، اونایی که میخوایم. میگه فاصله تا محور ایکس ها، بچه ها فاصله تا محور ایکس ها باید ایکسش رو صفر بذاریم، فاصله تا محور ایگرک ها باید ایگرک رو صفر بذاریم، فاصله تا صفحه ایکس ایگرک باید ایکس ایگرک رو صفر بذاریم. پس اونی که میخوایم رو صفر میذاریم، یادمون نره. اگر آ و ب دو تا نقطه تو فضا باشن، فاصله اش به این حساب دست میاد، میگم تفاضل ایکس ها به توان 2، تفاضل ایگرگ ها به توان 2 و تفاضل زد ها به توان 2. رابطه بسیار بسیار مهمی هستش. مختصات وسط. مختصات M وسط پاره خط. همونطور که میدونید بچه‌ها وسط پاره خط یعنی میانگین. کافی از ایکس و ایگرگ و زد از دو نقطه میانگین بگیریم و وسطش رو به دست بیاریم. فاصله نقطه آ از مبدأ مختصات. مبدأ مختصات بچه‌ها بحثش اینه که یه نقطه است. فاصله نقطه تا نقطه چجوری میشد؟ همونطور که دیدید به جای x2 و y2 و z2 میذارم صفر دیگه. پس میشه رابطش به این صورت. مرکز ثقل یا گرانیگاه یا در واقع مرکز جرم بهش میگن. توی مثلث محل برخورد سه میانه است. اینجا میگیم خب بعد چیکار کنیم؟ بعد از نقاطمون میانگین بگیریم. این دفعه سه تا نقطه دارم، پس تقسیم بر سه باید بکنم. مختصات x رو با y و با z جمع میکنم، تقسیم بر سه میکنم. یه بار x های نقطه آ، یه بار y های نقطه آ رو. در نهایت مقدار گرانیگاه یا همون نقطه g به دست میاد. نکته: در متوازی الاطراف قطرها یکدیگر رو نصف میکنن. اینو میدونستیم. اگر نقطه A به C شما داشته باشید اینجا، بچه ها میدونیم که نقاط روبرو به هم دیگه، نقطه آ و سی روبرو به همن. چرا؟ با توجه به نامگذاری که کردیم و این وسطشون در واقع نقطه ای که اگر بی رو بدی و از کنیم از همون نقطه میگذره. پس نقطه او در واقع وسط در چی هم؟ وسط قطرا هستن. پس نقطه او در واقع وسط آسه هستش، نقطه او وسط بیدی هستش. پس رابطه زیر همیشه برقراره. یعنی دو تا نقطه‌ای که روبرو به هم دیگه هستن جمع مختصاتشون با دو تا نقطه‌ای که روبرو به هم هستن جمع مختصاتشون با هم دیگه برابره. اینجوری میتونیم نقطه چهارم رو به راحتی پیدا کنیم. تو مثال‌ها خیلی میدن، میگن مثلا سه تا نقطه به شما میدن، میگن که نقطه چهارم رو طوری پیدا کنید که این چهار ضلعی بشه متوازی الاضلاع. چیکار میکنیم اونجا؟ میگیم خب نقاط باید روبرو هم باشن دیگه. اون دو نقطه‌ای که روبرو هم هستن رو مختصاتش رو حساب میکنیم، با هم جمع میکنیم، با دو نقطه روبروی دیگه مساوی قرار میدیم و مختصات نقطه چهارم اینجوری به دست میاد. این خلاصه‌ای بودش از بحث نقطه در فضا. اما نقاط وقتی به هم وصل میشن تو فضا، یعنی وقتی شما دو تا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنید و بهش جهت میدید، حالا جهت به سمت بالا یا به سمت پایین فرق نمیکنه، اون وقت اسمش دیگه پاره خط، اسمش میشه بردار. هر پاره خط جهت دار. پس پاره خطی که بهش جهت بدیم یک بردار رو مشخص میکنه. ابتدای بردار رو بهش میگن آ، انتهای بردار رو بهش میگن بی. اونجا که نوک فلش قرار میگیره، وقتی شما بردار نشون میده به این صورت دیگه، اون نوک فلش میشه انتهای بردار بی، ابتدای فلش میشه برد نقطه آ. خود بردار یه اندازه داره. اندازه یه بردار همون اندازه پاره خطه. شما پاره خط آبه رو چجوری اندازه گیری میکردی؟ میگفتیم خب تفاضل x و y و z به توان 2 زیر رادیکال میشد اندازه بردار آبه. دقیقا همونه، هیچ فرقی نمیکنه. پس اندازه بردار آبه با اندازه پاره خط آبه چیه؟ یکیه. معمولا بردارها رو به صورت حروف کوچیک نشون میدیم یا به صورت دو تا حروف بزرگ.
اگه دوتایی باشه بردار آبه میشه که شما قطعا نقطه آبه رو دارید که کافیه نقطه بی رو منهای نقطه آ کنید، یعنی انتها منهای ابتدا میشه بردار آبه. ممکنه هست به صورت یک نماد کوچیک به شما نشون بدن بردار آ مختصات 3 و 4 و 5 مثلا. این دیگه بسیاری داره به طراح سال. بریم ادامهش ببینیم که ادامه چی گفته. دو بردار مساوی یا همسنگ. همسنگ در واقع از همنهشی توی هندسه میاد. همسنگ یعنی همه چیزشون یکی باشه، عین هم باشن در جاهای مختلف. ولی بردارهای همسنگ بردارهای یک، الان من نگاه کنم بردار آ رو نگاه کنید، اومدم پنج تا بردار همسنگ با بردار آ رسم کردم. همه این بردارها اولا اندازشون با آ یکیه، جهتشون یکیه و راستاشون هم یکیه. پس این بردارها میشن همسنگ با بردار آ. و اگه دقت بکنید بچه ها، نقطه شروعش هم مهم نیست کجا باشه. الان نقطه شروع این بردار با نقطه شروع این یکی فرق میکنه، ولی این دوتا بردار همسنگن. پس نقطه شروعش مهم نیست، مهم اون جهت و اندازه‌ای که بهش میدیم. به این بردار میگن بردارهای چی؟ همعرض. طول بردار، الان در موردش صحبت کردیم. دو تا نقطه به شما میدن میگن طول بردار رو پیدا کن. کافیه برد نقطه انتها رو منهای ابتدا کنی. وقتی انتها منهای ابتدا میشه به شما بردار آبه رو خواهد داد. پس بردار آبه به این صورت میشه: تفاضل x دو منهای x1، y دو منهای y1 و z دو منهای z1. این میشه بردار آبه. یعنی نقطه انتها منهای ابتدا. حالا اگه خواهید اندازه‌شو پیدا کنی، کافیه این مقادیری که به دست آوردی رو به توان دو برسونی، ببری زیر رادیکال و اندازه بردار آ رو به شما میده. بسیار خوب. اما ضرب عدد در بردار مثل ماتریس‌ها میمونه. گفتم ماتریس‌ها یادم افتاد. ماتریس‌ها تو بردار خیلی کاربرد داره. یعنی اگه بخوایم تنها ارتباط بین هندسه رو بخوایم بررسی بکنیم، تنها ارتباط بین فصل 1 و فصل 3 هستش. بردارهایی که دقت بکنید بچه ها، یک ماتریس 1:3 یا 3:1. یعنی شما یک بردار که میخوایی نشون بدی میگی که بردار هستش مثلا 1 و 2 و 3. خب این در واقع نمایش یک ماتریس 1:3 هستش. خب تو ماتریس ها اگر یه عدد ضرب میکردیم مگه تو همه درایه ها ضرب نمیشد؟ اینجا همینطوره. وقتی میگی یه عددی رو تو بردار ضرب کنیم، این عدد کا میاد تو همه مؤلفه های آ چی میشه؟ ضرب میشه. چرا؟ چون اصلا نمایش یک بردار نمایش ماتریسیه. داریم یواش یواش تازه پی میبریم که اون چیزایی که ما بردار میخونیم همش ماتریس بوده، نگفته بودن بهمون. اگه کا مثبت باشه که خب در جهت آ میره، جهتش یکی میشه. اگه کا منفی باشه جهتش بر میگرده، بردار رو عوض میکنه. دو بردار زمانی موازی هم هستند که مضرب هم باشن. بسیار مهم نکته. آقا دو تا بردار موازی دو تا برداری هستند که مضرب هم دیگه باشن. یعنی یه برداری 3 برابر این برداره، پس میشن مضرب هم دیگه. نتیجه با هم چی هستند؟ موازی هستند. حالا جهته اصلا مهم نیست. ببین الان من یه بردار میکشم اینجا، یه بردار میکشم اینجا، نگاه کنید. الان دوتا بردار با هم موازی هستن، میگیم بله. اما جهتشون با هم فرق میکنه، بله. اندازهشون هم با هم فرق میکنه، قطعاً همینطوره. پس مضرب هم دیگن. یعنی این اگه ضرب داره منفی 3 کنم میشه این، یا این اگه ضرب داره منفی 1/3 کنم میشه این. پس این دوتا بردار مضرب هم دیگن، اما جهتشون با هم فرق میکنه، ولی با هم چی هن؟ موازی هن. موازی بودن ربطی به جهت نداره، حواست باشه. نتیجه دو برداری که با هم دیگه موازی هستن، نسبت اعضاشون با هم برابر میشه. یعنی A1 به B1 دقیقا برابر با A2 به B2 و دقیقا برابر با A3 به B3. ولی بردار A ممکنه کا برابر بردار B باشه که ما کاری بهش نداریم. قطعا این اتفاق میفته، یک نسبتی به وجود میاد بینشون دیگه. جمع دو بردار. دو بردار رو میتونیم از دو تا حالت با هم دیگه جمع بکنیم. یکی اینکه بحث تحلیلی برداره،
یعنی خب دو تا بردار رو با هم جمع کن، چیکار می‌کنی؟ خب مؤلفه‌هاش رو با هم جمع می‌کنی میره دیگه، ایکس با ایکس، ایگرگ با ایگرگ، زد با زد جمع می‌کنی، به این صورت می‌نویسیم، میشه جمع مؤلفه‌ها. یعنی برای جمع دو تا بردار شما کافیه که فقط ایکس و ایگرگ و زدشون رو با هم دیگه جمع بکنید. اما نظر هندسی چی میشه؟ این بحث تحلیلی مسئله بود که اصلا کاری باهاش نداریم. در واقع ما برای حل کردنش فقط اینا رو با هم جمع میکنیم و تحلیلش خیلی خیلی ساده است. اما تو بحث هندسی چه اتفاقی میفته؟ جمع دو تا بردار بچه‌ها به دو صورت انجام میشه. یکی روش مثلثیه، که روش مثلثی اینجا براتون با شکل توضیح میدم. روشیه که شما یک بردار رو اول رسم میکنید مثل بردار آ، بعد از انتهای هر بردار همسنگ بردارهای بعدی رو رسم میکنید. یعنی بردار B رو همسنگ B رسم میکنید، بردار C رو همسنگ C و بردار D رو همسنگ D. در نهایت ابتدای بردار اول رو به انتهای بردار آخر وصل میکنید. این بردار A، این برداری که اینجا میبینید، مجموع این سه تا بردار میشه، این چهار تا بردار میشه. بچه ها از نظر هندسی ممکنه جمع بردارهای او بشه صفر. جمع سه تا بردار ممکنه صفر بشه. نگاه کنید، الان من یه بردار A میکشم اینجا، این بردار A، یه بردار B میکشم اینجا، اینم بردار B، یه دونم بردار C میکشم اینجا، اینم بردار C. میگم دو تا بردار رو جمعش نشون بدید به من هندسی. یه نقطه انتخاب میکنم به نام نقطه مبدا، همسنگ بردار آ رو رسم میکنم، از انتهای آ همسنگ ب رو رسم میکنم، از انتهای ب همسنگ سی رو رسم میکنم. بچه برگشتم به نقطه شروع، یعنی جمع سه تا بردار. خوب دقت کن، جمع سه تا بردار یک محیط بسته شد. نتیجه این که مجموع سه تا بردار برابر صفر میشه. این همون برایندیه که توی فیزیک استفاده میکردیم، برایند سه بردار میشه صفر. آقا هر جا محیط بسته بهت دادن، جمع برداریشون همیشه صفره. حالا میخواد چهار ضلعی باشه، میخواد ده ضلعی باشه، میخواد هر چی باشه، فرقی نمیکنه، محیط بسته همیشه جمع برداریش صفره. این از حالت بحث روش اول که روش مثلثی بود. اما روش دوم روش متوازی الاضلاع. روش متوازی الاضلاع فقط برای دو تا بردار استفاده میشه، دو تا برداری که هم مبدا یا هم رأس باشن. یعنی چی؟ یعنی شما بردار آ رو دارید به این صورت، بردار بی رو دارید به این صورت، دو تا بردار دقت بکنی، دو تا برداری که شروعشون یکیه. روش حل کافیه از نقطه آ، از انتها همسنگ بی رو رسم کنید، از نقطه بی هم همسنگ آ رو رسم کنید، بعد اینو رسم کنید بهش، به این صورت میشه آ به علاوه ب. پس آ به علاوه ب جمع دو تا بردار میشه، با توجه به اینکه دو تا بردار از یک رأس مشترک شروع میشن. توی روش متوازی الاضلاع، تو روش متوازی الاضلاع اگر زاویه بین آ و ب تتا، زاویه بین آ و ب بین 0 و 90 باشه، اون وقت قطر بزرگ میشه مجموع دو بردار و قطر کوچیک میشه تفاضل دو بردار. این مال چه زمانیه؟ زمانی که شما تتاد بین 0 و 90. اما زمانی که تتا بیاد چی بشه؟ تتا بیاد بین 90 و 180 قرار بگیره، اون وقت برعکس عمل میشه، اون وقت قطر این تتا وقتی که به این صورت میشه، در واقع مجموع دو بردار میشه قطر کوچیک. اینجوری بگیم بهتره، مجموع دو بردار میشه قطر کوچک، تفاضل دو بردار میشه قطر بزرگ. جا به جا میشه. البته میگم این قسمت های ریزکاری هایی که خب وجود داره، اینا تو کتاب درسیتون اشاره بهش نکردن، ولی
توی کنکور کاملا ازش سوال میدن، بسیار روش بحث جدیه و خیلی هم سوال خیزه. به خاطر همین اون قسمت کنکورش من تدریس کردم، حالا انشالله توی ویدیوهای بعدی میتونید برید و ملاحظه کنید که به چه صورتی هست. اما تحلیل تفاضل دو بردار میشه آیمنهایی به انگار اینکه مؤلفه رو اصلا چیکار کنیم کم بکنیم، کاری نداریم به این که اصلا چه اتفاقی داره میفته، اما تحلیلش به این صورته. اما بحث هندسی چی میشه؟ بحث هندسی در واقع دوتا بردار که میخواییم، دوتا برداری که با زاویه تتا با هم دیگه در واقع برخورد کردن، این اگه روش متوازی رو براش در نظر بگیریم، دقت کنید، گفتیم قطر بزرگ میشه جمع دو بردار. چرا؟ چون تتا بین صفر و 90. پس قطر کوچیک میشه تفاضل دو بردار، میشه آی منهای به. در واقع وقتی شما آ رو کشیدید، ب رو کشیدید، این برداری که از سمت ب به سمت آ میاد، ما داریم از ب به سمت آ میریم، پس میشه آی منهای به، میشه انتها منهای ابتدا. پس آی منهای به رأسش رو انتهای بی قرار داره و انتهاش روی انتهای آ قرار داره. اگر اینو برعکسش کنیم میشه بی منهای آ. بی منهای آ با آی منهای به نظر اندازه فرقی نمی کنه، فقط جهتش جابجا میشه. زاویه بین دو بردار، اگر دو بردار هم ابتدا به همون روش متوازی الاضلاع، آنگاه زاویه تشکیل دهنده صفر تا تتا بین صفر تا پی میتونه قرار بگیره. زاویه بین این دو بردار قرار میگیره، در واقع زاویهشون به این صورت تعریف میشه. اگر بردار آ رو داشته باشیم به این صورت، بردار ب رو داشته باشیم به این صورت، این تتا رو میگن زاویه بین دو بردار. اینجا نگاه کنید، الان دو تا بردار پشت سر هم قرار گرفتن، اینو ولش کن، ما با پشت سر هم کاری نداریم، ما میگیم همسنگ بردار بی چیه؟ اینه. پس این میشه تتا. علتش اینه که وقتی شما دو تا بردار رو رسم میکنید، کافیه بردار آ رو امتداد بدید، اون وقت زاویه که به وجود میاد میشه زاویه بین اون دو تا بردار. علت دیگه اینه که میتونم همسنگ بی رو از ابتدای آ رسم بکنم تا اون نقطه مشترک شروعش به دست بیاد. ما تتا رو همیشه با توجه به نقطه شروع، یعنی نقطه شروعشون باید با هم یکی باشه تا بتونیم زاویهشون رو به دست بیاریم. بردار یک برداری است که طولش یکه، یعنی شما اگر ابعادشو به توان دو برسونید، زیر رادیکال بذارید، با هم جمع بکنید، حاصلش میشه یک. بهش میگم بردار یکه. بردار یکه رو با ای نشون میدیم، بردار ای آ، دقت کنید، حاصلش میشه چی؟ میشه خود بردار. بچه خود بردار یعنی چی؟ یعنی بردار آ یک، آ دو، آ سه، مؤلفه های مختلفش، تقسیم بر اندازه آ. اگر شما مؤلفه های هر بردار رو، خوب گوش کن، اگر مؤلفه های هر بردار رو تقسیم بر طول بردار بکنید، به شما سه تا عدد میده که این عددها در واقع بردار یکی هستن. برات مثال میزنم، مثلا فرض کن بردار آ رو به شما میدیم، مثلا هستش 2 و 3 و 4. اگر 2 و 3 و 4 بیای اندازش رو پیدا بکنید، اندازه آ چی میشه؟ میشه رادیکال 4 به علاوه 9 به علاوه 16، که جواب میشه چند؟ میشه 29، میشه رادیکال 29. حالا اگر شما بیای این بردار 2 و 3 و 4 یکی یکی مؤلفه خودش بر 29 تقسیم بکنید، یعنی بشه چی؟ این دفعه ای آ بهت میده، میشه چقدر؟ میشه 2 بر روی رادیکال 29 و 3 بر روی رادیکال 29 و 4 بر روی رادیکال 29. بچه ها به این بردار ای آ میگن بردار یکه. علت، اگر این بردار رو بیایی به توان دو برسونی با هم جمع بکنی میشه یک، بهش میگن بردار یکه. بردار یکه در جهت محور ایکس ها میشه آی، که فقط ایکسش یکه بقیه صفره. در جهت ایگرگ ها که میشه جی، فقط ایگرگش یکه. و در جهت محور زد ها که کای، که فقط زدش برابر با یکه، بقیه مؤلفه هاش همه صفر. نمایش یک بردار بر حسب بردار یکه به این صورته. وقتی ما میگیم بردار آ مثلا 4 و -2 و 3، این اگه بخوای به صورت یکه نشون بدی، بردار آ میشه به این صورت 4 آی -2J به علاوه 3 کا.
ببینید این نمایش یک کف، این نمایش برداریه. ما دو تا حالت رو باید بلد باشیم تو معادلاتمون. ممکنه که تو محاسبات لازم داشته باشیم از این استفاده کنیم، ممکنه از این استفاده کنیم، فرقی نمیکنه، هر کدوم رو بخوای استفاده کنی درسته. اینجا علامت جمع و تفریق نداره، اما اینجا علامت جمع و تفریق داره. این چی میگه؟ میگه شما 4 واحد رو محور x حرکت کن، 2 واحد برو رو محور y های منفی و 3 واحد هم برو بالا رو محور z. این چی میگه؟ میگه اول 4 و منهای 2 و 3 رو پیدا کن، به هم وصل کن، اون نقطهش میشه نقطه‌ای که شما میخوای. پس تفاوتی نمیکنه، مدل حرکت کردنشون فرق داره. بسیار خب، این قسمت اوله بردارهاشو بریم سراغ سوالاش، ببینیم که سوالاش به چه صورتیه. سوالات امتحان نهایی رو من گزینش کردم براتون، سوالات مهمشو، اونایی که خب خیلی پرتکرار بود براتون آوردم که انشالله بتونید در پس امتحان نهایی بر بیایید. خب معادله صفحه‌ای، خوب اینجا رو گوش کن، معادله صفحه‌ای را بنویسید که از نقطه 2 و 3 و 4 بگذرد و با صفحه ایکس و ایگرگ موازی باشد. بچه‌ها یه نکته بهت بگم، اول و آخر قضیه خوب گوش کن. اگر دوتا چیز با هم موازی باشه، من میخوام یکیشو بگیرم محورها. خب تصور کنی یک خطی با محور x ها موازیه. خب ما میدونیم که دو خط موازی اصلا به هم نمیرسن. نتیجه این خطی که با محور x ها موازیه، قبول دارید توش x نداره؟ تا زمانی که با محور x برخورد نکنه که xی به وجود نمیاد که. زمانی که من موازیه یک خطی دارم حرکت میکنم، پس هیچ برخوردی با این خط ندارم. در نتیجه معادله من فاقد اون عدد میشه، فاقد اون محور میشه. نتیجه هر چیزی که با صفحه یا خطی موازی بود، اون مؤلفش وجود نداره. نگاه کن اینجا رو، معادله صفحه‌ای بنویسید که از این نقطه بگذرد و با صفحه x و y موازی باشد، پس اصلا x و y وجود نداره. جواب z برابر با 4. تموم شد. قرار باشه یه صفحه با این محور با این صفحه موازی باشه، پس محور x و z اصلا x و y اصلا قطع نمیکنه. پس چه برخوردی براش وجود داره؟ هیچی. وقتی برخورد نداره، طولی هم به دست نمیاد، مختصاتی هم به دست نمیاد. پس یه صفحه داری انگار که از z برابر با 4 گذشته. همین، هیچ صفحه محور x و y هم قطع نمیکنه، مثل سقف اتاقت میمونه. شما سقف کف رو بگیر x و y، خب بعد دیوار رو بگیر z، این سقف بالا با محور با اینچ که شما نشستی برخورد داره؟ اگه برخورد داشته که خب ما دیگه خونمون دیگه چارگوش نمیشه که، دیگه مکعب نداریم مثلا، با هم برخورد میکنن صفحه همه با هم دیگه. پس سقف خونتون وقتی با کف خونه برخورد نمیکنه، یعنی فقط ارتفاع وجود داره، بقیه با هم موازی میشن. بعدی رو نگاه کنید، معادله x برابر با 0، z برابر با 0. آخه این محور مختصات، آه ببین این محور مختصات، این y، این x، اینم z، درسته؟ گفته xش 0، پاکش کن xو، x 0 نداریم، x z هم 0، z هم نداریم. خب چی میمونه؟ مربوط کدام محور است؟ y. تموم شد، حل شد. چقدر ساده بود. آخه x رو 0 بذار، z هم 0 بذار، چی میمونه؟ فقط y میمونه. حالا ممکنه سوال بیاد امسا مثلا بگه معادله مثلا x برابر با 0، y برابر با 0، خب جواب میشه z. ممکنه بگه y 0 باشه، z 0 باشه، جواب میشه x، فرقی نمیکنه. سوال بعدی، در فضای R3 نقطه A به طول 2، خوب گوش کن، نقطه A به طول 2 روی محور طول هاست، پس نقطه A دیگه y و z نداره، پس مختصات A میشه چی؟ 2 و 0 و 0. و نقطه B خودش گفته منفی 4 و 6 و منفی 3 مفروضن، مختصات نقطه وسط آبه. مگه نگفتیم وسط آبه میشه میانگین؟ خب وسط آبه رو اسمش میذاریم M، میانگین بگیریم، 2 با منفی 4 جمع بشه میشه چند؟ میشه منفی 2 تقسیم بر 2، منفی 1. نتیجه دیگه با این صفر کاری نداریم، کافی 6 و منفی 3 رو نصف کنیم، 3 منفی 3 دوم.
پس مختصات وسط آبه میشه منفی 1.3 و منفی 3/2. این صفرا کاری نیستن که جمع بشن با اینا فرقی نمیکنه، کافی اینا رو نصفش کنیم. سوال بعدی، دو تا نقطه به ما داده، منفی 1.1.3 2.1.3. خوب گوش کن، در فضای آرسه معادلات مربوط به پاره خط آبه. بچه ها پاره خط آبه به شما گفته، یعنی محدودیت. پاره خط آبه یعنی چی؟ محدودیت. اولا اگر شما پاره خط آبه رو بخوای پیدا بکنی، آبه طبق نقطه‌ای که گفتیم میشه انتها منهای ابتدا، یعنی کافی نقطه B رو منهای نقطه آ کنیم. اگه نقطه B رو منهای آ کنیم چی میشه؟ یه منفی 3 بهت میده، یه 0 بهت میده، یه 0 بهت میده. نکته مهم بچه ها، آبه چه چیزهایی رو نداره؟ نه ایگرگ داره نه زد داره. چرا؟ چون اصلا ایگرگ و زدش در حالت کلی دو تا عدد بیشتر نیست، ایگرگش 1ه زدش هم 3 هستش. پس این صفحه، این پاره خط داره محدودیت درست میکنه برای ما. یعنی چی؟ یعنی شما یه ایگرگ داری برابر با 1، یه زد هم داری برابر با 3. اینی که باش کاری نداریم که، این اصلا هست، خودش گفته 1.3 تغییرم نمی کنه، چون اصلا با 1 و 3 کاری نداره، شده 0 تفاضلش، یعنی اصلا اینا وجود ندارن برای ما توی این معادله، وجود نداره، فقط محدودیت داره برام. همین میگه ایگرگت 1 باشه زدت 3 باشه، همین. اما چیزی که تغییر میکنه محدودیت توی بازه ایکس هاست. بچه ها پاره خط آبه تو چه محدوده ایکسش داره تغییر میکنه؟ ایکسش تو محدوده منفی 1 داره تغییر میکنه، تا چند؟ تا 2. یعنی یه پاره خط دارم رو محور ایکس ها بین منهای 1 تا 2ه، خب، و زدش همیشه 3، ایگرگش هم همیشه 1. توصیف پاره خط به این صورت میشه. وقتی میگه معادلات، بحثش یه معادله نیست، 3 تا معادله است. ثابت ها رو مینویسیم، این ثابت ها. متغیر ها رو هم روی متغیر قرار میدیم، روی بازه قرار میدیم، میشه پاره خط آبه. حالا اگه به شما میگفت خط آبه چه اتفاقی میافتاد؟ خط آبه دیگه نمیگفت پاره خط، میگفت خط آبه. خط آبه دیگه محدودیت نداشت برای ایکسش. میشد چی؟ میشد این نقطه منفی 3 0 3، یعنی یه خط میشد فقط برابر منفی 3، دیگه محدودیتی هم نداشت. اندازش چی میشه؟ اندازه آبه، اگه بخوای اندازه آبه رو بگیری، خب اندازه آبه چون میره داخل قدم مطابق میشه 3 دیگه. پس یه پاره خط به طول 3 داریم که ایکسش بین منهای 1 و 2 تغییر میکنه، ایگرگ و زدش هم برابر 1 و 3 هستش. بریم سوال بعدی. وجه های مکعب مستطیل زیر دقت بکنید. صفحات رو بهت داده. بچه ها این یعنی چی؟ این یعنی محدودیت. یعنی ایکس شما بین 0 و 2ه. نگاه کنید بچه ها ایکس رو. این 0 تا 2. این ایکس شماست. ایگرگ شما بین 0 تا 4ه. زد شما هم بین 0 تا 3. اومده محدودیتاشو برات نوشته اینجا. یعنی هر محور اومده محدود کرده. چون محورها رو محدود کرده، یه مکعب مستطیل محدود به دست میاد. همین که دارید میبینید. سوال چی پرسیده؟ مختصات نقطه آ را مشخص کنید. بچه ها نقطه آ کجا قرار داره؟ نقطه آ درون صفحه زد ایگرگ قرار داره. خوب دقت کن. درون صفحه ایگرگ زده. وقتی نقطه درون صفحه ایگرگ زده، پس ایکسش صفره. پس نقطه آ مختصاتش میشه 0 و ایگرگش هست 4، زدش هست 3. پس نقطه آ مختصاتش میشه 0 و 4 و 3. آقا یه نقطه‌ای که تو صفحه ایگرگ زده، خب ایکس نداره. اگه ایکس داشت که خب میمد بیرونتر، ایکسش هم مشخص میشد، خودش رفته تو صفحه ایگرگ زد قرار گرفته. بعدی معادلات مربوط، اسمش کنی آقا معادلات، گفته گفته معادلات مربوط به یال عادی. یال عادی رو نگاه کنید بچه ها. یال عادی اگر تصویرش کنی میفته رو محور چی؟
ایکس ها چه محدودیتی داره؟ بین 0 و 2. پس برای یال عادی ایکس بین چند تا چند میشه؟ 0 و 2 میشه. بچه ها چه چیز این یال ثابته؟ قبول دارید که این یال اگر هر جوری امتداد پیدا کنه فقط رو محور ایکس ها تغییر میکنه و رو بعد ایگرگ و زد تغییر ایجاد نمیشه. چرا؟ چون این محور، این در واقع پاره خط عاده، بر صفحه ایگرگ و زد عمود، یعنی تو صفحه ایگرگ و زد قرار گرفته و یک نقطه ثابت بیشتر نداره. اون نقطه ثابت چیه؟ ایگرگش برابر با 4 و زدش برابر با 3. مشخصه دیگه، نقطه 4 و 3 رو حساب بکنید، ازش یه بردار کشیدید بیرون. این بردار چون رو محور ایکس ها داره ادامه پیدا میکنه، پس محدودیتش فقط رو محور ایکس ها میتونه باشه. پس خیلی ساده معادلاتش به این صورت نوشته میشه، مثل مثال قبلی. وجه سی دی جی اف رو نگاه کنید، این وجهه که اومده بیرون، سی دی اف جی، این که اومده بیرون، محدودیتش رو نگاه کنید بچه. C, D, F, G محدودیتاش چیه؟ اولا ایگرگش بین 0 و 4. این وجهی که شما میبینید ایگرگش بین 0 و 4. میبینین دیگه این فاصله است دیگه، نه بین 0 و 4. زدش بین 0 و 3. اگه دقت بکنیم بچه ها، ایکسش فقط 2ه، یعنی این صفحه اومده جلو از 2 گذشته، دیگه محدودیتی برای ایکس نداره، ایکسش فقط 2ه، یعنی این صفحه فقط اومده ایکس رو قطع کرده، اصلا با صفحه ایگرگ و زد کاری نداره، فقط یه محدودیت رو صفحه ایگرگ و زد داره. اگر من این محدودیت رو وردارم، این صفحه رو بزرگش بکنم تا بی نهایت، اینا دیگه از بین میرن، چون دیگه محدودیتی نداره براش. فقط یه دونه پارامتر می‌بینم، اینه که x برابر با چنده؟ 2. پس معادله وجه CDFG، بچه نمودار خوب دقت کنین قشنگ متوجه میشین داستان چیه. هر آنچه که می‌بینید رو می‌نویسیم، محدودیت‌ها رو می‌نویسیم، تقاطع‌ها رو می‌نویسیم، تموم شد. بریم بعدی. نمودار مربوط به این معادله چه شکلیه؟ قبلا گفتم به تو بچه‌ها مثالش این بالا زدیم، ایگرگمون 0 زدمون هم 0، چی میمونه؟ فقط ایکس. پس میشه محور ایکس ها. چه ارتباطی با نمودار این معادله داره؟ آقا این معادله شده این محور ایکس ها. این معادله چیه؟ ایگرگ نداره، پس شده زد و ایکس. این چه ارتباطی با این داره؟ مگه نه اینکه محور ایکساش با این محور موازیه؟ نتیجه چه ارتباطی دارد؟ موازی است، زیرا محور ایکس ها در صفحه زد ایکس قرار دارد. آقا صفحه زد ایکسه، اینم محور ایکس هست، خب معلومه تو صفحه قرار داره، یعنی باش موازیه دیگه، اینم ارتباطش. میتونی بنویسی موازی و منطبق دیگه، منطبق هم میتونی بنویسی حتی، چون کاملا رو محور ایکس ها قرار داره. دوباره بعدی، نمودار مربوط به این معادله ایکس زفر زد صفر، چی میمونه؟ فقط میشه محور ایگرگ ها. چه ارتباطی با نمودار x برابر 0 داره؟ x برابر 0 یعنی فقط z داریم و y. دوباره همون اتفاق میفته، موازی است، زیرا درون صفحه yz قرار دارد. دو تا سوال عین هم یه جور توی فاز. بریم سوال بعدی. بردار آ رو بهت داده، بردار بی رو بهت داده. بردار آ رو به صورت معمولی بهت داده، بردار بی رو به صورت آی و جی بهت داده. شما مجازید هر کدومی که دوست داشتید به اون یکی تبدیل کنید. گفته اندازه این بردار چی میشه؟ یعنی اول آ رو باید با دو برابر به جمع کنید، بعد اندازه‌شو به دست بیارید. خب
بردار آره که من دارم، دو و منفی یک و دو، بردار برم حساب میکنم. اگه دقت کنی اینجا بردار برم میتونم به صورت یک و دو و صفر بنویسم. زد بره دو میکنم، یه دو بمیذارم پشتش، میشه دو و چهار و صفر. با هم جمعشون میکنم، آیه به علاوه یه دو به جمعش میشه چهار منفی چهار و سه و دو. حالا اندازه شو پیدا میکنم، اندازه آیه به علاوه یه دو به چی میشه؟ میشه رادیکال هر کدوم به توان دو. جواب میشه 29، میشه رادیکال 29 اندازه بردار آی به علاوه دو به. بسیار، بریم سوال بعدی. جای خالی رو با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. خوب گوش کن اینجا رو. در فضای R3 این نقطه کجاست؟ بچه ها گوش کنید اینجا رو. وقتی زدت منفی بود باید میرفتیم سراغ 5 و 6 و 7 و 8. توی 5 هر جفتش مثبت بود، توی 6 که ناحیه 2 میشه x منفی y مثبت، پس این میشه ناحیه 6. در ناحیه 6 دستگاه مختصات قرار دارد. خیلی ساده، از منفی 5 فهمیدیم پایینی هست. حالا پایینی ها بچه ها 5 با 1، 6 با 2، 7 با 3، 8 با 4. 6 با 2 ناحیه 2 x منفی بود، y مثبت. نگاه کنید x منفی y مثبت، پس چون ناحیه 2ه پس با 6 ارتباط داره، میشه ناحیه 6. بدون اینکه حتی شکل رسم بکنید میتونید راحتی تشخیص بدیم به چه صورتی خواهد بود. سوال بعدی، اگر y برابر با b معادله صفحه باشد. آقا یه صفحه‌ای داریم، خوب گوش کن، یه صفحه‌ای داریم فقط ایگرگ توشه. یعنی چی؟ یعنی زد و ایکس ندارد. یعنی چی؟ یعنی با زد و ایکس موازیه، پس اصلا توش زد و ایکس وجود ندارد. چی وجود ندارد؟ زد و ایکس وجود ندارد. نتیجه به چنده؟ تموم شده رفت، منفی 3. خودش داره میگه اینها. وقتی یه صفحه‌ای با محور موازی میشه، خب قطعا اون محور وجود نداره. با صفحه‌ای هم که موازی میشه، اون صفحه وجود نداره توش، فقط y میمونه برابر منفی 3. سوال 8، نقطه‌ای با این مختصات، دقت کن، مختصات z منفی ناحیه ها 5 و 6 و 7 و 8، x منفی y مثبت، x منفی میشه ناحیه 6. این گفته در کنج شماره چی قرار داره؟ 5 قرار داره. آیا درسته؟ خیر، نادرسته. همین الان حساب کردیم شد 6، چرا نوشته 5؟ بریم سوال بعدی. در فضای سه بعدی نقطه A روی محور X به طول 2 قرار داره. نقطه A روی محور X، پس نقطه A رو داریم به طول 2، بقیهش صفره. و نقطه B در صفحه X و Y قرار داره. بچه ها صفحه ایکس و ایگره یعنی زد نداره دیگه، به عرض منفی 3 و ارتفاع 4. در صفحه ایگرگ او ایکس با عرض منفی 3 و ارتفاع 4. خوب دقت کن اینجا رو، اینجا بعد میگفتش که ایگرگ او زد، اینو بکنیدش زد، چون گفته که چی؟ با ارتفاع، پس اینجا زد میشه. وقتی میگه ایگرگ او زد، پس دیگه ایکس نداریم، ایکسمون میشه صفر منفی 3 و 4. گفته فاصله وسط پاره خط آبه، بیا آبه رو پیدا کنیم. آبه چی میشه؟ میشه ب منهای آ، صفر منهای 2 میشه منفی 2، منهای 3 منهای 0 میشه منفی 3، این هم میشه 4. وسط آبه رو پیدا کنید، M M رو پیدا کنیم، وسطش میشه منفی 1، منفی 3 دوم و 2. گفته فاصله شو تا مبدأ مختصات، یعنی OM رو پیدا کنید. OM چی میشد؟
او ام میشد رادیکال، چون مبدأ مختصات یه مختصاتش صفر، اینا رو همه رو به توان دو میرسونیم، میشه 1 به علاوه 9 چهارم به علاوه 4 میشه 29 چهارم، میشه رادیکال 29 دوم. این هم میشه فاصله وسط تا مبدأ مختصات. قسمت ب چی گفته؟ اگر طول و عرض ارتفاع اتاقی 4 متر و 5 متر و 3 متر باشد، طول قطر اتاق که دو نقطه مقابل را به هم وصل کند چقدره؟ بچه یک مکعب مستطیل داریم در واقع؟ به این صورت؟ اگه قرار باشه که بخوایم در واقع قطر روبرو رو به هم وصل کنیم، یعنی چی؟ یعنی این نقطه رو، این نقطه رو به این نقطه وصل کنیم. قطر دو نقطه مقابل، مجاور نه، مجاور میشه کناری، مقابل. خب چجوری میشه؟ خیلی ساده است، انگار یه بردار داری حساب میکنه دیگه. جواب میشه چی؟ میشه قطر برابر با رادیکال. کافیه سه تا عدد به توان دو برسونیم با هم دیگه چیکار کنیم؟ جمع بکنیم. در واقع فلسفهش به چه صورتیه؟ فلسفهش به این صورتیه که اگه من اینو در واقع پاکش بکنم از اینجا، بیام این ولی رسمش بکنم، اینو وصل کنم به این. ببینید این اگه مبدأ مختصات باشه، مثلا باشه نقطه O صفر و صفر و صفر، این نقطه‌ای که اینجا قرار میگیره قطعا دیگه مبدأ مختصات نیست، نقطه‌ای میشه به مختصات چی؟ 3 و 4 و 5، یعنی میشه 4 و 5 و 3. خب حالا شما اگه بخوای O A رو پیدا کنی باید چیکار کنی؟ مگه نه اینکه تفاضلش رو از صفر بگیری به توان دو برسونی؟ خب میشه همین دیگه، میشه 16 به علاوه 25 به علاوه 9. جواب میشه 5 رادیکال 2. پس قطرمون میشه 5 رادیکال 2. 25 میشه 16 اونو میشه 25 میشه 50. 50 میشه 2 زده 25 که میشه 5 رادیکال 2. این شد قسمت بخش اول کارمون. بخش اول در مورد شناخته بردارها بود. اینجا جلسه بعدی بخش دو رو با هم دیگه که ضرب داخلی هست رو شروع میکنیم. تا جلسه بعد خدا نگهدار. زاده شدم من این بار، آماده شدم من واسه این کار، ساخته شدم.